بررسی روابط چین با ایران در سایه برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش. در سیاست خارجی پکن، تهران کجا ایستاده؟ از یک تحلیلگر می‌پرسیم آیا توافق 25 ساله ایران با چین به حل مناقشه ایران با آمریکا هم کمکی می‌کند؟ از شرق تا غرب، چین دامنه نفوذش در جهان را چطور گسترش می‌دهد؟ از یک متخصص سیاست خارجی چین می‌پرسیم اژدهای شرق آسیا برای ابرقدرت شدن چه خوابی دیده؟ در ادامه برنامه، ابهام درباره علت درگذشت مجری سابق تلویزیون ایران. پزشکی قانونی می‌گوید بعد از گرفتن نتیجه آزمایش‌ها اعلام نظر خواهد کرد. و نگاهی به شاعران دوران مشروطه که به دنیای موسیقی راه یافتند، از عارف قزوینی تا میرزاده عشقی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. وزارت خارجه ایران متنی را منتشر کرده که میگوید خلاصه ایست از اهم نکات توافق همکاری های دراز مدت این کشور با چین، توافقی که دیروز در تهران امضا شد. متنی که بعید است به نگرانی ها در داخل ایران خاتمه دهد. وزیر خارجه چین که در حال دیدار از منطقه است، دیروز ایران و آمریکا را به حل مناقشه هسته ای تشویق کرد، پیش درآمدی برای اجرای توافق همکاری های 25 ساله بین دو کشور. اجرای این توافق از نظر بسیاری به پایان گرفتن بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران بستگی دارد. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از کسراناچی. وزیر خارجه چین هنگام بازدید از اسناد تاریخ 50 سال روابط ایران و چین در نمایشگاهی در تهران. آنچه که دستگاه دیپلماسی ایران علنی نکرده، متن توافق همکاری‌های 20 ساله‌ای دو کشور است که کمی بعد از این بازدید امضا شد. توافقی که واکنش‌های منفی زیادی به دنبال داشته و نگرانی‌ها از اینکه ایران توافق سری را با قدرتی که یک غول اقتصادی است امضا کرده است، درست در شرایطی که ایران در ضعیف‌ترین موقعیت از لحاظ جایگاه بین‌المللی قرار دارد. به جای انتشار متن توافق، حالا وزارت خارجه چیزی را منتشر کرده که به آن نام گزار برگ گذاشته و میگوید خلاصه است از اهم نکات توافق. خلاصه 5 صفحه‌ای که 2.5 صفحه آن به تاریخ رفت و آمدهای گذشته دو طرف اختصاص دارد و باقی آن با کلی ترین واژه ها از همکاری های دو کشور میگوید در همه زمینه ها. خلاصه ای که بعید است نگرانی های خیلی ها را برطرف کند، به خصوص که در میان این کلیگویی ها صحبت از همکاری در ایجاد زیرساخت دفاعی هم شده و همکاری ها در عرصه های مختلف دفاعی. اما اینکه چرا متن سند همکاری های 25 ساله دو کشور منتشر نمی شود هنوز معلوم نیست. مدیر کل شرق آسیای وزارت خارجه رضا زیب گفته است انتشار موافقتنامه ها الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. او اضافه کرده که تحریم ها هم مانع دوچندان است. توضیحاتی که بر ابهام ها اضافه کرده که اگر متداول نیست چرا با توجه به حساسیت ها این بار این سند منتشر نمی شود و اینکه تحریم ها چه ارتباطی با این موضوع می تواند داشته باشد. اما این هم روشن است که اجرایی شدن سند همکاری ها بستگی زیادی به پایان تحریم های آمریکا دارد که نشانی از آن نیست. وانگ ای وزیر خارجه چین در دیدارش با مقام های ایران از طرح چین صحبت کرد برای برگشتن آمریکا و ایران به تعهداتشان در توافق هسته‌ای. قبل از سفر به ایران وزیر خارجه چین در عربستان بود. در ریاض او به تلویزیون این کشور گفت که عربستان از ایران و آمریکا می‌خواهد برای پیدا کردن نقش راهی برای بازگشت به برجام به مذاکرات برگردد. سفیر سابق چین در تهران گفته است احتمالاً تغییرات اقلیمی و برنامه هسته‌ای ایران دو موضوعی هستند که حتی در شرایط فعلی چین امیدوار است با آمریکا درباره آنها همکاری کند. چین در پی تحریم‌های آمریکا دست کم 22 میلیارد دلار ایران را مسدود کرده است و روابط تجاری دو طرف
به پایین ترین سطحش در سالهای گذشته رسیده است. علی‌رغم بالا رفتن فروش نفت در چند ماه گذشته، شرایطی که بعید است به زودی بهبود پیدا کند. کسرا نجی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد احمد بخشیته به ما پیوسته، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. آقای بخشیته، چین از برگ ایران چه استفاده ای ممکنه بکنه؟ خب به نظر میرسه که چین در سه سطح، اگر بخوایم به طور در روابط دو جانبه نگاه بکنیم، میتونه بهره برداری بکنه و در یک سطح کلیتر در نظم جهانی. من اجازه میخوام ابتدا از نظم جهانی شروع بکنم. خب بر کسی پوشیده نیستش که بر بین پکن و واشنگتن یک تقابلی وجود داره. این نگاه از سمت ایالات متحده در دوره آقای بایدن به طور مشخص بحث مهار چین هستش، اما کلید واژه‌ای که چین در رابطه با آمریکا اون رو دنبال میکنه بحث در واقع یک رقابت هست و تلاش میکنه فضای رقابت خودش رو از آسیا پاسیفیک کمی دورتر بکنه و حالا وارد خاورمیانه بشه و خب ایران بستر مناسبی هست برای این فضا، اون هم برای ایرانی که در دشمنی با ایالات متحده دچار یک کمبود فرصت شده و تهران فقط یک مسیر داره و اون هم انتخاب پکن هستش. طبیعتاً توی این شرایط چه کسی مطمئن‌تر از ایرانی که کلید واژه نگاه او با ایالات متحده دشمنی هست و چین میتونه اون رو به عنوان یک شریک مطمئنی برای اینکه منافع خودش رو پیش ببره و قدرت چانه‌زنی خودش رو طبیعتاً با روسیه هم حتی در منطقه خاورمیانه افزایش بده و بتونه از سطح فشارهای آمریکا بکاهه. اما دو ملاحظه دیگه هم وجود داره. نخست اینکه خب ایران توی خاورمیانه هست، در تکمیل عرایض قبلیم خب زمان مناسبی هست که نه تنها توی خاورمیانه بلکه توی منطقه خلیج فارس بتونه پایگاه‌های نظامی رو مستقر بکنه و در گام بعد توی بحث انرژی و نفت، چه بسا که حالا در واقع گمانه‌زنی‌هایی هم که مطرح شد در رابطه با حالا این توافق یا قرارداد از سمت ایالات متحده، از سمت روسیه و حتی خود رسانه‌های داخلی، که در مجموع چین یک فضای خیلی مناسبی رو میتونه خریداری بکنه از بحث انرژی از ایران رو و در گام بعد توی بحث زیرساخت‌ها هستش که میتونه از زیرساخت‌های ایران استفاده بکنه. البته اینجا یک پارادوکسی هم وجود داره. چین در رابطه با جاده ابریشمی که سخن میگه که از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد ایران میشه و بعد به ترکیه میرسه، خب این رو در فرمت‌هایی که با روسیه داره، او رو در فرمت دیگری از سمت روسیه به در واقع دقیقاً خیلی ها شاید نگران مسائل این چنینی هستند. پیشتر هم ایران در مقاطعی به حمایت کشورهایی مثل روسیه اعتماد کرد، اما همین کشورها در وقتی به شورای امنیت سازمان ملل میرسید اونها علیه ایران رأی میدادند برای تحریم‌هایی که قرار بود وضع بشه. فکر میکنید این بار آیا چین میتونه شریک مطمئنی برای ایران باشه، به خصوص که چین که شما ازش نام بردید با اسرائیل، با امارات متحده عربی روابط بسیار نزدیکتری از ایران داره؟ چند تفاوت مهم بین ایران در واقع و چین و روسیه وجود داره و او این هستش که همونطور که بیشتر عرض کردم، بحث کلید واژه اونها توی روابطشون با ایالات متحده است. اونها هیچ وقت دشمنی رو تعریف نکردن توی روابط خودشون با واشنگتن. حتی زمانی که روابط اونها خیلی در تقابل بوده، باز هم تاکید کردن روی موضوع رقابت. اما خب ایران بر کسی پوشیده نیستش که در واقع دشمنی داره و اونها دشمنان دیگری رو توی عرصه بین‌الملل ندارن. به دنبال این هستن که ائتلاف‌های جدیدی رو شکل بدن، موازنه تهدید جدیدی رو شکل بدن، قدرت حد اکثری رو در چانه‌زنی کسب بکنن. اما ایران خب کشوری هست که به واسطه سیاست خارجی که مبتنی بر ایدئولوژی هستش، نه تنها به ایالات متحده بلکه حتی توی خود منطقه خاورمیانه هم از یک سو با اسرائیل، از سوی دیگه با کشورهای عربی مثل عربستان در تقابل هست و این نکته دیگری هستش که در واقع پاشنه آشیل روابط ایران و چین و حتی روسیه هست، این که سیاست خارجی اونها عملگرایانه و واقع گرایانه هست. اما سیاست خارجی با همه مطالبی که ذکر کردید، آیا خطری رو متوجه ایران می‌بینید با این اوصاف
از طرف به نظر میرسه که ایران نگاهی که به چین داشته دو سناریو هست، اگه خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم. یکی موازنه مثبت هست که به نظر میرسه آقای ظریف پشت این موضوع باشن که در واقع میخوان از مسیر شرق به غرب برسن و بگن که به ایالات متحده نشون بدن که ما میتونیم جایگزین های دیگری داشته باشیم، و یکی هم نگاه خب آقای خامنه ای و سپاه هستش که گفتمان دشمنی با آمریکا رو خیلی روی اون تاکید میکنن و طبیعتا میگن دشمن ما دوست ماست و نگاه به چین دارن. اما عرض کردم توی شرایطی که ایران هیچ فرصت دیگه ای نداره و به سمت چین اومده، طبیعتا ایران میتونه یک ابزار مناسبی برای کسب منافع حداکثری چین در رقابت با ایالات متحده محسوب بشه. معمولا در شرایطی که شما دستتون خالی هست و عملا گزینه دیگه ای ندارید و وقتی به تنها گزینه‌تون مجبورید رو بکنید، بهترین شرایط رو نمیتونید برای خودتون رقم بزنید. آیا در اینجا هم بهترین شرایط به نظر شما برای ایران رقم نخورده؟ برای ایران من بعید میدونم بهترین شرایط رقم خورده باشه، چه برسه که همین قرارداد نشون داد پیش از این که ایران بخواد این قدرت نمایی بکنه و ائتلاف خودش رو با یک قدرت جهانی به رخ بکشه، بیش از هر چیز عریان شد شکاف بین ملت ایران و دولت و حاکمیت در ایران. اینکه اصلا مردم هیچ اساس این رو نمیدونن، اصلا نمیدونن که این توافقنامه هست یا این قرارداد هست، و طبیعتاً خیلی ایران نمیتونیم بگیم که در منظر بین الملل از وجهه خوبی میتونه برخوردار باشه، چه بسا که توی رسانه‌های روسی هم من نگاه میکردم روی همین موضوع و گفتمان ایران و عدم اعتماد طیف‌های مختلف مردم و حتی طیف‌های سیاسی در ایران و در واقع شهروندان و اپوزیسیون خارج از کشور تاکید میکردن، و این موضوع که نهایتا توی این شرایط ایران فقط به دنبال این هست که بتونه زمان بگیره و کمی پیشتر بره و قدرت چانه زنی خودش رو افزایش بده. ممنونم از شما احمد بخشیت، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا. امضای توافق همکاری‌های ایران و چین در ادامه نزدیک‌تر شدن روابط این دو کشور در 5 سال گذشته است، زمانی که چین سطح همکاری با ایران رو به شریک همه جانبه استراتژیک ارتقا داد. اما همونطور که گفتیم، ایران تنها کشوری نیست که در شبکه شرکای راهبردی چین قرار بگیره. این کشور از میانه دهه 90 میلادی طبقه بندی گسترده‌ای برای این دست همکاری‌ها ایجاد کرده و در مسیر اجرای اون تا به حال با حدود 70 کشور توافق‌های امضا کرده. کیوان حسینی درباره این شبکه و اهداف چین گزارش می‌دهد. با بزرگترین ارتش جهان از نظر تعداد نیروهای نظامی، با اقتصادی که دیر یا زود از آمریکا پیشی خواهد گرفت و به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد، چین حالا دیگر مدت هاست که به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل شده، جایی که برخی آن را کارخانه تولید در جهان مینامند. هم سلاح هسته‌ای دارد، هم حق وتو در شورای امنیت، حقی که برخلاف دهه ها خیشتنداری سال به سال از آن بیشتر استفاده می کند و تنها در 2 سال گذشته 5 بار از آن بهره برده. صعود چین، ابرقدرت آینده یا بازگشت این کشور به جایگاه واقعی، این پیش زمینه موجب شده که نزدیکی روزافزون تهران و پکن خوشحالی گروهی و نارضایتی گروهی دیگر را در پی داشته باشد. اما ایران نخستین کشوری نیست که آرام آرام از یک شریک معمولی به سطح شریکی استراتژیک ارتقا یافته. چین در حال ساخت شبکه‌ای از متحدان استراتژیک و شرکای تجاری بین المللی است. نقطه آغاز ساخت این شبکه سال 1996 است، زمانی که چین برای نخستین بار توافقی با مسکو امضا کرد و دو کشور به شرکای استراتژیک تبدیل شدند. از آن روز چین با 78 کشور جهان توافقهای مشابهی امضا کرده که البته سطح همکاری‌های متفاوتی دارند. وزارت خارجه چین برای این همکاری‌ها 24 مدل مختلف طراحی کرده که هر کدام از کشورها در چارچوب یکی از آنها قرار می‌گیرد. این مدل‌ها در واقع سطوح مختلف نزدیکی چین به کشورهای دیگر را نشان می‌دهد. در صدر آنها شریک همه جانبه و هماهنگ استراتژیک در دوران جدید قرار دارد، عنوانی که تا امروز تنها نصیب روسیه شده و یکی از نزدیک‌ترین اشکال همکاری چین و کشورهای دیگر است. شریک و همکار همه جانبه استراتژیک در هر زمانی عنوان مدل دیگری است که بین چین و پاکستان برقرار است. یکی دیگر از مدل توافق‌های استراتژیک که همانند نامش نشانگر نزدیکی قابل توجه دو کشور است. شریک استراتژیک در همه مسائل مدلی است که بین چین و آلمان برقرار است. شریک همه جانبه و دائمی استراتژیک توافقی است که بین چین و قزاقستان امضا شده.
و یک سطح پایین‌تر شریک همه جانبه و هماهنگ استراتژیک که کشورهایی مانند کامبوج، ویتنام، شیلی و افغانستان در آن جای گرفتند. شریک همه جانبه استراتژیک سطحی است که کشورهای بیشتری در آن قرار دارند. کشورهایی مانند اسپانیا، استرالیا، فرانسه و بریتانیا. از سال 2016 نزدیکی ایران و چین نیز به این سطح ارتقا یافت و توافق اخیر هم در این راستا است. شریک استراتژیک همه جانبه که ایران هم به یکی از آنها تبدیل شده، بر اساس توضیحات وزارت خارجه چین به شریکی اطلاق می شود که همکاری‌های دراز مدت و بدون توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک با چین دارد. این همکاری‌ها شامل مسائل کلیدی مورد نظر چین می شوند. مسائلی چون همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی. از نگاه پکن که شبکه گسترده همکاری‌های مشابهش از دورافتاده‌ترین نقاط آمریکای لاتین در پرو تا گروه بزرگی از کشورهای آفریقایی و همچنین حوزه نفوذش در شرق آسیا گسترش یافته، ایران در واقع ادامه یک برنامه استراتژیک وسیع است. برنامه‌ای که این غول از خواب برخاسته آسیایی چند دهه است بی سر و صدا در حال اجرای آن است. کیوان حسینی، بی بی سی. جاناتان فولتون، استادیار علوم سیاسی دانشگاه زاید از ابوظبی در امارات متحده عربی با ماست. تمرکز مطالعات آقای فولتون بر روی روابط خارجی چین با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین روابط بین الملل شرق آسیا. آقای فولتون خیلی خوش آمدید به برنامه. میدونیم که وزیر خارجه چین در حال گشت زنی در منطقه هست، اونها متحدان زیادی دارند در منطقه. فکر میکنید سطح رابطه چین و ایران با توجه به توافق اخیر چقدر ممکنه آنچه رو که در منطقه پیش میاد تغییر بده؟ اگه منظور شما از تغییر موضع چین هست یا روابط بین کشورها بستگی داره، من واقعا فکر نمی کنم تغییر ایجاد کنه. واقعیت اینه که ایران و چین از سال 2016، یعنی 5 سال پیش، دارن روی این توافق کار میکنن. چیزی بود که هم چینی ها میخواستن هم ایرانی ها بعد از اینکه برجام رو امضا کردند، بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد، خیلی روشن بود که دولت آمریکا نمیخواست اجازه بده هیچ کشوری با ایران رابطه خوب داشته باشه. برای همین دیدیم که این توافقی که ایران و چین قرار بود داشته باشن متوقف شد. در این حال همون روابط چین با کشورهای منطقه مثلا ابوظبی یا عربستان بسیار توسعه پیدا کرد، ولی با ایران متوقف شد. ولی حالا ایران هم اومده این توافق رو با چین امضا کرده، 5 سال دیرتر از اون زمانی که قرار بود بشه، ولی به خاطر آمریکا نشد. دونیم 5 سال گذشته عربستان از طریق همین رابطش با چین و همینطور امارات از طریق همین رابطش با چین، میبینیم که اینها قشنگ تثبیت کردن رابطشون رو با چین و قوی تر کردند. برای همین رابطه که الان چین با ایران خواهد داشت چیزی رو زیاد عوض نخواهد کرد. به نظر شما چرا حالا باید این رابطه سطحش، چرا باید این توافقنامه حالا امضا بشه؟ آره، این هم سوال جالبی هستش. من فکر کنم مدت هاست که هم چین هن و ایران میخوان رابطهشون رو به این سطح برسونن. چرا همین الان اتفاق افتاد؟ من این رو در چارچوب خبر سفری قرار بدیم که دیداری که بین مقامات آمریکا و چین در آلاسکا صورت گرفت. میدونیم که رابطه چین و آمریکا الان خیلی رابطه بدی هستش. چین الان داره شاید میخواد یه اهرم فشاری یا اهرم چانه زنین رو نگه داره در مذاکراتش با آمریکا. خیلی جالب هستش که بدونین وقتی مقامات چین در با آمریکا یا دیدار میکردن، گفتن بحث ایران و بحث برجام بحثی هستش که آمریکا و چین میتونن روش هماهنگ کنند. برای من فکر بکنم این قرارداد با ایران یک مانوری هستش از طرف چین، نمایشی به آمریکا که بله، ما هم یک بازیگر قوی هستیم و ما هم اهرم های خودمون رو داریم. این بازیگر، این اژدهای خفته، بارها و بارها به عنوان اژدهای خفته ازش یاد شده، آیا بیدار شده و می‌بینیم که عملاً به همین منطقه خاورمیانه که نگاه می‌کنیم، شما هم اشاره کردید، روابط بسیار قوی در با کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده ایجاد کرده. چقدر فکر می‌کنید واقعاً رقیب جدی می‌تونه برای آمریکا باشه؟ خب، اول از همه
اگر چین واقعا اژدهایی بوده که بگیم بیدار شده، تازه بیدار نشده. اونها 8 سال پیش ابتکار راه ابریشم رو پیشتاز بودند و الان هم نگاه بکنین، بله بسیار بازیگر مهمی بودن. خیلی توجه نکردن به نقش چین در خاورمیانه، برای اینکه اصولا آدم ها دوستان فکر کنن که بله آمریکا فقط نقش قوی در خاورمیانه داره، نادیده میگیرن نقش بازیگران قوی رو. ولی واقعیت این هستش که چین هم یک بازیگر بسیار قوی اقتصادی در خاورمیانه است و اخیرا یک بازیگر مهم سیاسی هم شده. اما این هم واقعیت داره که چین واقعا به دنبال جایگزینی آمریکا نیست، جا گذاشتن در پای آمریکا نداره. شما اگه نگاه بکنید ببینید چین با چه کشورهای رابطه نزدیک داره، میبینید اکثر اونها کشورهایی هستن که متحد آمریکا هستن. نفع چین در این هستش که وضع موجود در خاورمیانه حفظ بشه. منافع چین منافع تجاری اقتصادی است، سرمایه گذاری کردن، رابطه تجاری با کشورهایی که همین الان متحد آمریکا هستن. ولی چین به هر حال بازیگر مهمیه، اما معنیش این نیستش که چینی ها به دنبال یک استراتژی راهبردی یا استراتژی هستن که بخوان جلوی آمریکا در خاورمیانه بایستند یا علیه اونها تواضع بکنن، بلکه چینی ها فهمیدن نفعشون در اینه که با آمریکا هماهنگ باشن در خاورمیانه، نه مقابلش. وقتی شما این روابط رو بررسی میکنید و روابط چین رو با کشورهای مختلف دیدید، آیا نمونه ای رو به یاد میارید که در جایی چین به خاطر منافعش در اون کشور در مقابل آمریکا ایستاده باشه و با آمریکا همکاری نکرده باشه؟ برای اینکه نگاه عمومی در ایران این هست که خب چون ایران اجازه پیدا نکرد به خاطر تحریم‌ها، در تحریم‌های آمریکا به غرب نتونست نگاه کنه، نگاه به شرق کرد و چین رو پیدا کرد. اگه این واقعا طرز فکریه که مردم ایران دارن، چیزی که مردم ایران امیدوار هستن که ایران برای خلاصی از تحریم رو به چین داره، متاسفم که بگم این صحیح نیستش. چین خیلی ارزش مهمی برای آمریکا قائله. 700 میلیارد دلار روابط تجاری با غرب داره، سرمایه گذاری های زیادی رو در آمریکا داره، محصولات زیادی رو در آمریکا میفروشه. مهمترین ملاحظه چین آمریکاست. بله رابطه چین الان با آمریکا رابطه خوبی نیست، اما آنچنان اقتصادشون در هم پیوسته شده، تجارتشون در هم پیوسته شده که واقعا رو در روی هم قرار نخواهد گرفت. در مورد خاص ایران اتفاقی که افتاده اینه که ایران و چین لفاظی های زیادی رو کردن که بیشتر هم جنبه تبلیغاتی داشته که بخوان مثلا نمایش بدن که به لحاظ تمدنی دوست و برادر هستند، اینا پیوندهای هزاران ساله از طریق راه ابریشم دارن و از این حرف ها. این مهمه، بله چین ایران رو یک بازیگر مهمی میبینه، یک بازار مهمی میبینه، اما واقعیت اینه که اونچه که چین در آمریکا میبینه یک هیئت حاکمه و یک اقتصاد تثبیت شده و یک رابطه بسیار گسترده هستش. برای همین شاید ایرانی ها امیدوار باشن که چین حاضر باشه از منافع خودش در ارتباط با آمریکا چشم‌پوشی بکنه، منافع خودش در ارتباط با عربستان و ابوظبی چشم‌پوشی بکنه و به ایران برگرده. ولی واقعیت اینه که چین میخواد که راه ابریشم رو توسعه بده، جای پای تجاری اقتصادی خودشو در منطقه باز بکنه و این کار جز از طریق همکاری با کشورهایی مثل آمریکا که خودشون در خاورمیانه نقش بزرگی دارند میسر نیست. کسانی که نزدیک و متحد ایران در منطقه هستن بازیگران کوچکی هستن، شبه نظامی ها هستن، سوریه هستن و اینجور کشورها واقعا به درد چین نمیخوره. اون چیزی که چین تو منطقه دنبالشه ایران نمیتونه بهش بده. برای همین من فکر نمیکنم چین حاضر باشه اون موضع و نقشی رو که با آمریکا سالها براش کار کرده و زحمت کشیده تا به دست بیاره، این همه اینا رو بخواد بذاره کنار تا رابطه قوی تر با ایران داشته باشه. ممنون از شما آقای فولتون. جاناتان فولتون، استادیار علوم سیاسی دانشگاه زاید. اداره پزشکی قانونی تهران میگوید هیچ علائمی از آثار ضرب و جرح یا بارداری در پیکر آزاده نامداری مشاهده نشده و علت مرگ او بعد از مشخص شدن نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اعلام خواهد شد. جسد این مجری سابق تلویزیون ایران عصر دیروز در خانه‌اش در غرب تهران پیدا شد. خبر درگذشت او واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. آزاده نامداری که با اجرای برنامه تازه‌ها در تلویزیون ایران مشهور شد، با اخبار و حواشی مربوط به موضع‌گیری‌ها و زندگی شخصیش بارها خبرساز شد. سلام، وقتتون بخیر. من آزاده نامداری هستم. متشکرم که دارید این ویدیو رو تماشا می‌کنید.
علی دایی برای خداد عزیزی، خداد عزیزی و گل 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 برای ایران. تو با ببخشید که اینو میگم، مثلا حجابت شاید اگه رو سرتو میآوردی جلوتر یه خورده با حجاب تر بودی خیلی مشکلات برات پیش نمیومد. سلام، من آزاده نامداری هستم. طبعا حالم خیلی خوب نیست و خیلی متاسفم برای کسایی که تجسس میکنن تو خصوصی ترین قسمت های زندگی دیگران، من جمله من و خودم. باشه باقای گندو، این هم صفری هفتین ما برای شما. امیدوارم که سال جدید برای همه همون سالی پر از موفقیت، پر از خوشحالی، پر از رزق و روزی، پر از گشایش برای همه مردم باشه. من هم مثل گندو دوستتون دارم و سال ناتون مبارک. ما درباره چند و چون اون چیزی که برای خانم نامداری اتفاق افتاده چندان نمیدونیم، اما میخواییم از این فرصت استفاده بکنیم، نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی، رفتاری که در اون میبینیم با سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی که از تهران به ما پیوسته. آقای مدنی، همونطور گفتم خب ما واقعا اطلاعات چندانی نداریم راجع به اینکه چه اتفاقی برای خانم نامداری افتاده، اما میدونیم که او بارها و بارها عملا تبدیل شد به یه چهره خبرساز در شبکه‌های اجتماعی. از نگاه جامعه شناسی دیدیم در یکی از صحبت‌ها که او ناراحت بود از اینکه تجسس میشه در خصوصی ترین بخش‌های زندگی او. کمی به ما بگید که چه چیزی باعث میشه که عملا کاربران شبکه‌های اجتماعی خودشون رو مجاز میبینن که در مسائل بسیار خصوصی افراد نظر بدن یا دخالت بکنن. اجازه بدید که ابتدا عرض تسلیت بگم به خانواده خانم نامداری. واقعیت اینه که فضای مجازی ایران الان آنچنان گسترده شده که نمیشه اون رو نادیده گرفت. تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در ایران حدود 62 تا 63 میلیون نفر برآورد میشه. ضریب نفوذ اینترنت در کشور به حدود 81 تا 82 درصد رسیده. حتی ضریب نفوذ اینترنت موبایل به حدود 76 7 درصد رسیده. و خب چنین فضایی به اصطلاح یک موقعیت و یک محیط بسیار گسترده ایجاد میکنه که به دلایلی میتونه در اون خطاهایی جدی صورت بگیره. واقعیت اینه که ورود در رسانه، حضور در رسانه، چه به عنوان کاربر و چه به عنوان در واقع خبررسان، به هر شکلی مستلزم رعایت یک مهارت‌ها، داشتن مهارت‌ها و داشتن یک کدهای اخلاقی. این در مورد فضای مجازی بقایت مهمتر از حتی فضای حقیقیه، زیرا که دسترسی به فضای مجازی و حضور در فضای مجازی بسیار آسان‌تر از فضای حقیقیه. واسطه این وسط وجود نداره. توی فضای حقیقی موقعی که شما مطلبی رو میخواید منتشر کنید باید از طریق کانال سردبیر یا مدیر رسانه بگذره، در حالی که چنین واسطه‌هایی در فضای مجازی نیست. فاصله تولید ایده و به اصطلاح ایجاد ایده و تولید و انتشار یک مطلب
تا انتشارش در فضای مجازی یک کلیکه، در حالی که فضای حقیقی بسیار طولانی تره. امکان ناشناس بودن در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقیه و خب همه اینها نشون میده که احتمال سوء استفاده و یا خطا در فضای مجازی بسیار بیشتره و برای همین در واقع نگرانی هایی رو در تمام دنیا ایجاد کرده. فضای مجازی تبعاتی داره، درسته که یک فرصت استثنایی برای ملت ها، برای اصلاح مردم، برای اینکه از شر محدودیت هایی که دولت ها نظام های اقتدارگرا ایجاد میکنن برای دسترسی به اطلاعات یا برای انتشار اطلاعات رها میشن، اما در این حال میتونه که فضای مجازی تبعات منفی هم داشته باشه. ظهور اینترنت و شبکه ها و گروه های اینترنتی خیلی پیوند پیدا کرده امروزه با آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های نوظهور. و این مختص ایران هم نیست، خب در خیلی از کشورهای دیگه هم شاهد این هستیم که در فضای مجازی نفرت پراکنی میشه، عملا کسانی که به قول شما شاید نمیتونن حرفشون رو در جامعه به راحتی بزنن میتونن به صورت ناشناس اونجا حرفایی رو بزنن. که فکر میکنید عملا چه میشه کرد؟ آیا باید افراد چه آموزش هایی ببینند که در فضای مجازی هم شاید همونطور که در جامعه رفتار میکنند بکنند، یا اصلا این درست هست یا نه؟ و اینکه در جامعه ایران آیا اون چه که در فضای مجازی جامعه ایران میبینیم برایندی است از اون چه که در خود جامعه دیده میشه؟ خب در مورد نکته اول اجازه بده اشاره کنم که اصطلاح ترول و اینترنت ترول یا در واقع آرم ترول در واقع اصطلاحیه که در فضای اینترنت کاملا شناخته شده است و اشاره داره به همین سوء استفاده هایی که از فضای مجازی میشه، گاه به صورت فردی و گاه به صورت سازماندهی شده. گروه های نئونازی مثلا در کشورهای اروپایی بعضی موقع به این یک لشکر حمله میکنند و مثلا مدافعان دموکراسی یا امثال اون رو مورد تهدید قرار میدن. در ایران هم موارد و به اصطلاح سوء استفاده از فضای مجازی بسیار بوده که حقوق شهروندی و به اصطلاح اخلاق اجتماعی رو مخدوش میکرده. مشکل اصلی اینجاست که برای استفاده از فضای مجازی نیاز به هم مهارت وجود داره و هم اخلاق اجتماعی. رعایت اخلاق اجتماعی یا اخلاق مدنی در فضای مجازی از اهمیت بسیار بیشتر از فضای حقیقی برخورداره که مرتبط شد با همون ویژگی هایی که در مورد فضای مجازی گفتم. منظور از در واقع اخلاق اجتماعی یا اخلاق رسانه یه مجموعه قواعدیه که باید کسایی که در فضای مجازی دارند کار میکنند یا داوطلبانه حضور دارند یا بر اساس تمایل و علاقه شخصشون کار میکنند، بر اساس ندای وجدان و فطرت خودشون در انجام کار اون رو مورد نظر قرار بدن. در واقع آموزش باید فکر میکنید از داخل خود فضای مجازی باید بیاد؟ اجازه بدید که در واقع بگم که این توانایی ها و برخورداری از این دانش و مهارت و همینطور این اخلاق مستلزم آموزش هم در نظام آموزش رسمی، یعنی هم در مدارس کودکان از ابتدا باید این آموزش ها رو ببینن که چجوری مورد سوء استفاده قرار نگیرن و چگونه سوء استفاده نکنن. اینها همه نکاتیه که باید از ابتدا به هر حال دیگه امروز به صورت اجتناب ناپذیری همه گروه های سنی دسترسی دارن به فضای مجازی و این آموزش ها باید به اونها داده بشه. پس بنابراین بخشیش مربوط میشه به آموزش رسمی یعنی دولت ها و بخشیش هم به خود کاربران فضای مجازی که این آموزش ها رو ارائه بدن. متاسفانه دولت ها اصولا از طریق فیلترینگ یا کنترل و مجازات سعی میکنند که فضای مجازی رو کنترل کنن مطابق میل خودشون، که هیچ کدوم هم جواب نداده و اغلبا مورد سوء استفاده دولت‌ها قرار گرفته، در حالی که آموزش مهارت‌های اجتماعی، اخلاق اجتماعی و همطور شهروندی در آموزش رسمی و نظام آموزشی میتونه که بسیار
کنترل کنه وضعیت نابسامان مصری موجود رو. ممنون از شما سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی از تهران. شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد بادی که سه‌شنبه صبح به وقت قاهره وزید و یک کشتی بزرگ رو در کانال سوئز به گل نشون تا این اندازه مشکل ساز بشه. این حادثه علاوه بر مختل کردن بخش مهمی از تجارت بین‌الملل باعث شده که در سوریه بنزین جیره بندی بشه. شهر ماجرا در گزارشی از شبنم شبانی. انگار آسمان خراشی در نهری باریک افتاده باشد. کشتی اورگیون از 5 روز پیش در کانال سوئز به گل نشسته. هنوز معلوم نیست دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این کشتی 400 متری و 200,000 تنی هنگام وزش باد از مسیر خود منحرف شد و هم خود را گرفتار کرد و هم یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را مسدود کرد. روزانه از این کانال 193 کیلومتری حجم عظیمی از کالاها با حدود 50 کشتی باربری عبور می‌کنند. بیش از 10% حجم روزانه تبادلات جهانی. آبراهی ساخته ی دست بشر که میانبریست فوق‌العاده برای اتصال دریای سرخ به مدیترانه. در زمان باستان در دوران داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی ایرانیان هم در ساخت آن نقش داشتند. اما در اواسط قرن 19 بود که این آبراه توسعه پیدا کرد و به اندازه امروزی رسید. اگر کانال سوئز نبود کشتی‌ها بسته به مبدأ و مقصدشان تا هزاران کیلومتر بیشتر باید در راه می‌ماندند. اغلب قاره پهناور آفریقا را دور می‌زدند. ظاهراً اما تمایل به بزرگتر کردن هرچه بیشتر محموله‌ها تناسب کشتی‌ها با ابعاد کانال را برهم زده. هر ساعت گرفتاری این کشتی عظیم الجثه در کانال سوئز خسارات سنگینی بر جای می‌گذارد. اورگیون متعلق به یک شرکت ژاپنی اما تحت مدیریت شرکت تایوانی اورگرین است. تلاش‌ها برای از گل بیرون آوردن این کشتی تا به حال بی ثمر بوده. از تلاش برای لایروبی کانال تا تلاش‌های مکانیکی برای حرکت دادن اورگیون تا کنون هیچ کدام رهایی بخش نبوده و بر حجم خسارات می‌افزاید. تنها مصر می‌گوید این گرفتاری برای این کشور به معنای از دست رفتن روزانه حدود 14 میلیون دلار است. وزیر نفت سوریه هم میگوید یکی از کشتی‌هایی که در ترافیک پشت سر اورگیون گرفتار شده، حامل نفت ایران برای سوریه است که نرسیدنش به این کشور جنگ زده و تحت تحریم جیره‌بندی سوخت را رقم زده. به رغم همه خسارت‌ها دیر یا زود این کشتی عظیم از گل بیرون خواهد آمد. این اما شاید درسی برای آینده باشد که برای پیشگیری از اتفاق‌های اینچنینی تدابیری اندیشیده شود. شبنم شعبانی، بی بی سی. سارا بخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی اس وی بی از واشنگتن با ما هست. خانم بخشوری، دیدید اون چرا که می‌بینیم، اون عکس رو دیدیم، کشتی قولپیکری که به گل نشسته، خیلی ها باهاش شوخی کردن. مسئولیت این کشتی و خارج کردنش از گل بالاخره با کیه و شرایط الان چگونه است؟ به طور سنتی وقتی که کشتی ها وارد آبهای یک کشور میشن، مسئولیت اون کشتی رو بندر به عهده میگیره و کشتی های راهنمای بندر و آفیسارهای راهنما از بندر اعزام میشن برای اینکه این کشتی رو بتونن به درستی با توجه به شرایط بندر وارد بندر کنن و به محلی که باید اون کشتی تخلیه حالا بشه یا بارگیری بشه برسونن. بنابراین تمام مسئولیت این کشتی از زمانی که وارد این قسمت آبهای کانال سوئز میشه به دولت مصر هست و بندر و افرادی که مدیریت این بندر رو به عهده دارن. اما خب به دلیل اینکه هوا هم خوب نبوده، من نمیتونم دقیقاً در شرایطی نیستم که بتونم نظریه کامل حقوقی بدم که اگر خسارتی هست مسئولیت اون رو چه کسی و چه کشوری باید به عهده بگیره. ولی تاکنون میشه گفت که مصر حتی کمک‌های بین‌المللی رو هم قبول نکرده برای باز کردن کانال سوئز و چه اثری تا اینجا گذاشته بر بازار انرژی؟
تا این هفته اثر چندانی نگذاشته. بازار امیدوار بود که در این آخر این هفته به دلیل موج‌های بهاری که میتونست کمک کنه کشتی خارج بشه، یعنی در بیاد و این کانال سوئز باز بشه، تاثیر زیادی نداشته. ولی اگر به هفته دیگه برسه که تقریبا رسیده، تاثیر زیادی خواهد گذاشت روی بازارهای مختلف. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تاثیرش روی بازار نفت و بازار فرآورده‌های نفتی متفاوت خواهد بود. کانال سوئز در چند سال اخیر اهمیتش رو نسبت در زمینه میزان صادرات و حجم صادرات واردات گردش نفت خام از این کانال کم شده، اما در این شرایط فرآورده‌های زیادی از این کانال از شرق به غرب و از غرب به شرق در تردد بودن، مخصوصا در سه هفته گذشته که به دلیل کاهش تولید بنزین در آمریکا و افزایش فصل پیش از موعد میزان رانندگی در اروپا، حجم زیادی بنزین از شرق، پالایشگاه‌های شرق به سمت اروپا در حرکت بود. و اگر که این تنگه باز نشه، کشتی‌ها مجبور میشن که دور این مسیر رو دور بزنن، یعنی زمان بیشتر و هزینه بیشتری خواهد تحمیل میشه به مصرف کننده ها. و اینکه انتظار داریم ما اگر که این زمانش طول بکشه، به دلیل اینکه هم مسیر کشتی ها طولانی تر میشه و هم زمانی که به بنادر میرسن صف تخلیه طول خواهد کشید، تخلیه این کشتی ها، میزان برداشت اروپا و کشورهای مختلف از ذخایر نفتی شروع بشه به انجام شدن و قیمت ها تا حدی مخصوصا در بازار فرآورده بالا بره. در مورد کانتینرها، به دلیل اینکه کشتی های باربری هم از این کانال عبور میکردن، اگر که باز این مدتش طولانی بشه، در همین الان که ما صحبت میکنیم، کشتی هایی که کالاهایی داشتن که زمان در اون عامل موثری بوده یا فاسد میشدن، مثلا غذا، همین الان دور زدن، مسیرشون رو عوض کردن. ولی به تدریج اگه این اتفاق بیفته، مسلما در عرضه زنجیره تقاضا، مثلا فرض کنین اجزای اتومبیل برای کارخونه اتومبیل سازی، تاخیر انجام خواهد شد. و همه این تاخیرها در شرایطی که بازار کشتی بسیار بازار محدودیه و افزایش ظرفیت وجود نداره، مازاد ظرفیت، و هزینه های زیادی تحمیل میشه به این کسانی که بارها رو تخلیه میکنن و جابجا میکنن، و در نهایت این هزینه ها به مصرف کننده های نهایی منتقل و خواهد. میدونیم که در سوریه بنزین جیره بندی شده به خاطر اینکه کشتی ایرانی که حامل فرآورده های نفتی بوده یا بنزین بوده، عملا نتونسته به همین دلیل برسه به سوریه. کمی هم راجع به اون با ما بگید، چرا اون دور نزده؟ و خب بازم میبینیم که این هم نشونه ای از اینکه ایران همچنان به سوریه بنزین میفرسته. همونطور که گفتم، فعلا فقط کشتی هایی که بارهای داشتن که از لحاظ زمانی حساسیت داشته دور زدن. همگی امیدوار بودن که در این دو روز اخیر، در این آخر هفته شنبه و یک شنبه، این کانال باز بشه، و اگر که باز نشه، این موجهای بهاری که امیدوار بودن کمک کنه به عبور کشتی از این باز بشه، این کانال دوباره از دست میدن تا دو هفته دیگه. و اگر مجبورشن بار این کشتی رو تخلیه کنن برای اینکه بتونن جابجاش بکنن، زمان زیادی رو خواهد گرفت، و اون موقع ما میبینیم که کشتی های زیادی به صف شروع کنن به تغییر مسیر. این کشتی ایرانی هم همینطور. یک نکته که وجود داره اینه که این باری که از ایران به سوریه میره، نسبت به حجم صادرات ایران، صادرات خیلی قابل توجهی نیست، ولی برای کشور سوریه نسبت به عرضه‌ای که در سوریه وجود داره قابل توجهه. و میشه گفت که نه تنها سوریه، بلکه تمامی کشورهایی که هم در غرب و هم در شرق منتظر تردد نفت خام و فرآورده های نفتی مخصوصا از دو طرف این کانال هستن، همگی به مشکل برخواهند خورد. و همونطور که من گفتم، انتظار داریم که در هفته آینده میزان ذخایر هم نفت و هم فرآورده های نفتی به شدت کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه این بارها به موقع، این کشتی ها به موقع نمیرسن به مقصد. شما سارا بخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی اس‌وی‌او.
در دومین قسمت از نگاهی به رویدادهای مهم موسیقی ایران در 100 سال اخیر، این بار به روزهای آغازین قرن 14 باز می‌گردیم، زمانی که علی اکبر شیدا و عارف قزوینی، دو تصنیف‌ساز برجسته، مفهوم ترانه‌های ایرانی رو دگرگون کردند. در این ایام شاعران آزادی‌خواه دوران مشروطه مثل میرزاده عشقی اولین تلاش برای اپرا نویسی در ایران رو هم آغاز کردند، چیزی که اون موقع بهش می‌گفتن اپرت نویسی. فرج بالافکن گذشت. پیش از آن که پرده نظام فرسوده ارباب رعیتی قاجاری فرو افتد، جمع آگاهی از هنرمندان و ادیبان به مدد مشروطه‌خواهی پا به صحنه گذاشته بودند. بهارها، عشقی‌ها، درویش‌خوان‌ها و بر تارکشان هم عارف قزوینی، پرچمدار این جریان ادبی هنری. جریانی که 100 سال بعد همچنان جاری است. شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه، یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رومی آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن. عارف وقتی تصنیف می ساخت، روند ملودیشو از ابتدا تا انتهای تصنیف بر پایه حرکت در مقامهایی قرار می داد که شکست پرده نداشته باشند و بشه به سهولت اونها رو خوند. مثلا اگر در آواز دشتی تصنیف می ساخت، دیگه وارد قسمت اوج نمی شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن. میرزاده عشقی، شاعر و نمایش نام نویس آزادی خواه، در سال نخست قرن 14 خورشیدی نمایش موزیکالی نوشت که آن را اولین تلاش اپرا نویسی ایران می دانند. موضوع این نمایش او که اول بار در اصفهان به روی صحنه رفت، تجسم خوابی است که عشقی در عبور از خرابه های طاق کسرا دیده بود. در ادامه نمایش، شیرین، معشوقه خسرو پرویز، با لباسی سیاهی بر تن ابیاتی را می‌خواند. اکنون که مرا وضع وطن در نظر آمد، دیدم که زنی با کفن از غم در آمد. اجرایی که امروز هم بازخوانی آن از نظر هنرمندان دور نمانده. صرفا برای من جنبه بازخوانی نداشته، دلایل دیگه هم داشته که من این کار رو انتخاب کردم، که از مهمتریناش میتونم بگم که یکیش این هست که خب شعر برای من خیلی جذاب بود، به این دلیل که از زبان یک زن در واقع بیان میشد، به شکلی درد و رنج شاعر بود از جور و جفایی که به این سرزمین و به مردمانش رفته، و حالا یک زن داره ندا میده به مردم که خب بلند شید و یک فکری بکنین. محمد تقی بهار، ادیب و سیاستمدار، دیگر چهره شاخصان دوره بود. سروده هایش با مضراب های درویش خان و آواز ابوالحسن اقبال آذر دهان به دهان میگشت. ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران، بختت در انتظار است، از پا منشین ایران، از جور فراوان هر گوشه شوری به پا، خونها شده پامال، آزادیش خون بهاست، خدا ز درد و غم رهان
رساند ما را، دور فلک نگر که چه قوقا خواهد کرد، که چه قوقا خواهد کرد. عشق وطن نگر که چه با ما خواهد کرد، که چه با ما خواهد کرد. آه چه مهنت ها که کشیدی ایران. فرج بادافکن، بی بی سی. به کام دل نرسید جز غم ندیدی ایران. بخش های دیگه این گزارش رو در شب های آینده ببینید. اما بی تو جدیدترین اثر زکریا یوسفیه، خواننده و نوازنده کرد ایرانی، که این آهنگ رو همراه کارولین خدادیان اجرا کرده. درباره این آهنگ صحبت میکنیم، اما ابتدا بخشایی از اون رو با هم ببینیم. یوسفی، خواننده اثری که شنیدید، از تهران به ما پیوسته. آقای یوسفی، اثر رو شنیدیم، کار قشنگیه. کمی به اون بگید ملودی این کار قدیمیه یا اینکه خودتون ساختید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه بی بی سی. ملودی برای یکی از دوستان قدیمی و عزیزم است، آقای هومن مهدویان، و تقریبا سبک تلفیقی پاپ تنظیم شده. تقریبا میشه گفت تمیه بر اساس ملودی کردی ارمنی، هم تم کردی داره هم ارمنی. دقیقا، به نظرم رسید که یه تم ارمنی هم درش هست، بنابراین موسیقی تلفیقی کار میکنید. کمی به ما بگید که چی شد تصمیم گرفتید که موسیقی رو به هر حال به زبان کردی و زبان مادری خودتون بخونید و تولید بکنید؟ خب یکی از دلایلش این بود که اولا کرد زبان هستم و تقریبا یه پیشینه 20 ساله‌ای در زمینه موسیقی داشتم و با فعالیت موسیقایی در زمینه نوازندگی و سالهای سال می‌خوندم، ولی خب مشغله نوازندگی و فعالیت‌های اجراییم اجازه نمی‌داد که بتونم تمرکزی هم روی کار آوازیم داشته باشم. ولی با تجربه که هم یه برنامه‌ریزی دراز مدتی از قبل کرده بودم برای اینکه بتونم
یه نگاهی هم به ملودی های فولک داشته باشم، هم بر اساس موسیقی فیوژن، یعنی با مؤلفه هایی از ترکیب چند موسیقی یا موسیقی های مختلف بتونن کار رو انجام بدن، حالا یا به لحاظ سازبندی یا با نگاهی به مؤلفه های موسیقی های مختلف بتونم در واقع موسیقی تلفیقی پاپ رو انجام بدم. خوشبختانه شرایطش پیدا شد که از چند ماه قبل یه سری آثار رو بتونم حالا یا با آهنگسازی دوستان عزیزم یا با کارهایی که ساخته خودم بود بتونم این آثار رو تنظیم و آماده بکنم. بار بزرگی از موسیقی ایران بر موسیقی مقامی هست که در کردستان بسیار نواخته میشه. کمی از موسیقی اون منطقه به ما بگید، فکر میکنید ارج و قربی که باید رو تونسته پیدا بکنه؟ ببینید، به نظر من به خاطر عدم انسجام فرهنگی، عدم انسجام مسائل اجتماعی سیاسی و مسائل مختلفی که خیلی مفصل اینجا نمیشه در موردش صحبت کرد، متاسفانه اونجوری که باید به حق خودش برسه و بیشتر شناخته بشه تو جهان و همچنین اینکه تو کشورهای مختلفی که در واقع جامعه کرد هستن، از جمله ایران، ترکیه، عراق، کشورهای دیگه، چون زبان رسمی در واقع زبان ملی و زبان اول اون کشور نبوده، میدونی که هر کشوری میشه گفت موسیقی مثل زبانه، وقتی زبان رسمی باشه توجه بیشتری میشه به اون ادبیات، به شعر اون منطقه، به شعر اون ملت و اون مردم و اون فرهنگ. وقتی در واقع زبان ما هم زبان اول نباشه و یه جورایی خیلی هم رسمی نباشه، خب قاعدتا خیلی تاثیر میذاره روی که سیاست‌گذاری‌های خیلی درستی روش نشه و اون انسجام و اون توجهی که اون انسجامی که باید داشته باشه رو نداره که حق خودش رو بیشتر به دست بیاره. چون میدونین که موسیقی کردی واقعا یکی از موسیقی‌های بسیار غنی و با پیشینه بسیار قدرتمندی هستش تو خاورمیانه، یعنی پیشینه بیشتر از موسیقی عرب، پیشینه خیلی خیلی غنی تر از خیلی موسیقی دیگه. ولی نگاه میکنیم مثلا توی موسیقی عربی اون انسجامه چون بوده، اون توجه چون بوده، چون همه این مؤلفه ها رعایت شده، بیشتر معرفی شده به دنیا، بیشتر در واقع شناسونده شده. ولی خب باید به نظر من قدم های خیلی بهتری برداشته بشه براش که بتونه بهتر و مناسبتر این موسیقی هم مطرح بشه. امیده اینکه این قدم ها از طرف شما و دیگر موسیقیدانان کرد برداشته بشه. ممنونم از شما زکریا یوسفی، خواننده و نوازنده از تهران با ما. و ممنون از شما که بیننده این برنامه ما بودید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.